My name is Reza Torxadeh, and I grew up here in Southern California. We take pride in handling difficult cases. Individuals or families who've lost a loved one really need somewhere to go, and in most instances, they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against multi-million-dollar, multi-billion-dollar corporations. Our goal is really to even the playing field. You have a team of attorneys representing you who come from many different backgrounds, who are recognized nationally, who have been published, who have won awards based upon results. And that's what you get with Torque Law, results. حرف من با همه ی حرفا کمی فرق میکنه، نمیگم برتره اما صحبت از شرق میکنه، صحبت از خانه امیران و سرای شیران، که از بلا دور بماند در پناه یزدان، سرزمینی که دل آدماشون غرق صفاست، آب و خاکی که سراسر همه افتخار ماست. ایران 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 ایران، باغ و بستان و چمن، دشت و بیابان، همه گل شور و مستی به سر از بانگ هزاران بلبل. ایران 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 ایران. سلام عزیزان، خیلی خوشحالم که باز شنبه شد، که این سعادت داشته باشم در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه رو باز با نام خدا شروع میکنیم و دیاکو عزیزم طبق معمول سکاندار کشتی عشق ماست. خب باز شنبه ها طبق معمول ما میام اینجا، عزیزا رو نمیبینیم، سلام میکنم به تمام عزیزان، به اصطلاح تمام زحمتکشان کانال یک. ممنونم از سلام به جناب آقای شهرام همایون عزیزم، جناب آقای باقری عزیزم، جناب آقای جورج عزیزم و جناب آقای عباس پهلوان عزیزم، که به سعادت نداشتم هفته پیش، اگر نیم ساعت دیگه بنده عجله نمی کردم میتونستم روی ماه آقای پهلوان اینجا ببینم، خب سعادت نداشتم و رفتم. تقصیر دیاکو هم بود. دیاکو گفت، گفتم دیاکو کجا میشه یه چای بخور، گفت چای مایی خبر نیست، برم. ما گفتیم بریم. درست دیاکو؟ نه. در هرچه عزیزانم، ممنونم از دو تا پسرای خوبم، دکتر رضا و دکتر کوروش ترکزاده، وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا، با شماره تلفن رایگان 888-222-8286 این برنامه رو به شما تقدیم میکنن، اسپانسر این برنامه هستند. هر امری داشته باشین میتونین تلفن بفرمایید، اونجا تلفنشون هست، turklaw.com به اصطلاح اون آدرس ایمیلشون. استودیو شماره 818-477-1717 است و اون 310-890-2233 فقط میتونه از شما پیام بگیره. تمنا میکنم هر امری دارین در اون پیامتون بذارین، یکی چه امری دارین و شماره تلفنتون حتما بذارین، چون بعضی از این تلفونا شماره شما رو ضبط نمیکنه. تمنا میکنم حتما شماره تلفنتون رو خانا بذارین. خب از حضورتون که در این یه هفته گذشته، خب یه مقداری ما مثل اینکه برنامه ها با یک نمیدونم چی شده که در ایران و اروپا مثل اینکه پخش نمیشه. در هر صورت امیدوارم هرچی زودتر این به اصطلاح این خاتمه پیدا کنه، ما بتونیم به خونه های شما در ایران و در اروپا و اونجاها بیاییم، بتونیم خدمت بکنیم.
در هر صورت تمام سعی و تلاش آقای شهرام همایون برای اینه که هرچی زودتر این کار رو انجام بدن. احتیاج هست که حتما شما همکاری بکنین، اگر این تلویزیون رو دوست دارین، اگر برنامه‌شو دوست دارین، باعث حمایت خودتون حتما نشون بدین که بتونن هرچی زودتر به اصطلاح این کار عملی بشه. خب جریان ما گفتیم، یه بارم گفتیم، یه بار دیگه هم میگیم، وای به روزی که بگندد نمک. خب ما اینجا یک بازی گزارش توی یوتیوب گذاشتن از جناب آقای محمد رضا رحیمی. آقای محمد رضا رحیمی کیه؟ آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد بوده، یعنی این آقا معاون اول آقای احمدی نژاد بوده. بیایم تو، خب یعنی چی؟ یعنی بیشتر سرش رو این مهر فشار میداد. اگه نگاه بکنید شاید جای مهر 3-4 جا باشه، چون بیشتر سرش رو این مهر فشار میداده. هر چقدر بیشتر فشار میداده هی دوزیاش هم از اون زیر بیشتر میشده. حالا خب یه دسته دیگه اومدن دیگه، میگن خب اون بیشتر دوزیده. حالا به این آقا گفتن معاون اول رئیس جمهور ایران، شما ببینین وضع تا کجا خرابه جناب آقای خامنه ای. ببینین خیلی خوب، یه آقا رو حالا به 5 سال و 91 روز زندان و 2,850,000,000 تومان رد مال و 1,000,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شده. جرم های او اختلاس از شرکت های بیمه ایران و سوء استفاده های ارزی مطرح شده. چی رو آدم باور بکنه؟ کدومشه باور بکنه؟ اینا کجا به خدا نزدیکن؟ کجا گفته آدم بیشتر البته در اینجا هم هست، در دینای دیگه هم هست، هر کی هست بیشتر ادعای دیانت میکنه بیشتر یک ریگی به کفششه، یک گندی زده که میخواد خودش رو پشت این چیز قائم کنه. خب حالا این مال مردم آقای خامنه ای، حالا اومدین دادین دست اینا، چقدر دزدیدن که حالا این قدش میخوان از این آقا رد مال؟ یعنی چه؟ یعنی رد کنن به چی؟ به کی رد کنن؟ به کس دیگه؟ خب ببینید مملکت رشوه‌خواری، مملکت دزدی از سر تا پاش گرفته، برای همینه که هیچکی نمیتونه نفس بکشه اونجا. یعنی عرض کردم 2-3% مردم اونجا دارن خون بقیه 97% مردم میمکن، میدزدن، چیزی نمونده. خب اون آقای رئیس بانک مرکزی تونم اونم خیلی اگر نگاه بکنه اونم سرش خیلی زیاد رو مهر فشار میداد. ببینین چقدر ما دروییم، چقدر ما سالوسیم که تمام این چیزها رو میاییم از این طرف تظاهر، نمازمون سب میخونیم، یقمون سب میبندیم، آخ آخ کروات نزنین، کروات مال آدم های چیزه، آخ آخ فلان نزنیم، از اون بر هزارها میلیارد میدوزن میبرن. خب نمیشه. خب خیلی جالب بود، یه چیزی در به اصطلاح یوتیوب گذاشتن، من خندم گرفت، گریم گرفت، نمیدونم چی بگم. بعد فکرم بودم چرا آهنگای ما رو در به اصطلاح رادیو تلویزیون های ایران اجازه پخش بشو نمیدن، چرا اجازه نمیدن از من خواننده، به بقیه کار ندارم، از من فرخ خواننده چرا در به اصطلاح رادیو تلویزیون های ایران آهنگای من پخش نمیشه؟ بعد گفتم حتما میگن اینا رقاص بازیه و حرامه و فلان از حرفا. شما ببینید این آقا ببینید چه مسخره بازی شده، هر دم از این باغ بری میرسد. آقا رفتن اونجا روزه خونی برای امام حسینه. ببینید چه آدم نمیدونه واقعا رفته آدم روزه امام حسین به اصطلاح یا رفته دیسکو. ببینید خواهش میکنم. Thank you.
بیام تو. آدم حالا اینم داره اینجا چیز میزنه، اینا همه چیزایی به اصطلاح حالا نمیدونم، حالا شاید هم یه غیری هم اونا میدن، ولی خب بابا این گناهه، با این گناهه یا انگاه ما رو پخش کردن، کدومش بیشتر گناه داره؟ در هر صورت ما از ما گفتن ها از بعضی ها نشنیدن. پروفسور دکتر علی جمعه، مفتی پیشین مصر، چیز روحانی مال مصر، فرمودن ملکه الیزابت، ملکه بریتانیا، از خاندان پیامبر اسلام است. جد ملکه بریتانیا از آل هاشم و از خاندان پیامبر اسلام است. خیلی تا حالا نمیدونستیم خانم الیزابت اینم مسلمونه، خودش هم نمیدونه، احمق، باعث بدونه که بابا مسلمونه. خب حالا گفته آقای بریم قسمت دوم، زنهایی که برای لقمه نونی، بیشتر اینا هم به اصطلاح همسران بیشتر معتاد و به اصطلاح آدم های ناخوب اینا رو گرفتن، در یک تنگنایی قرارشون دادن. حالا نگاه بکنین این قسمت دوم از خانم، باز قسمت اولش هفته پیش گفت گذاشتیم، اینم دیاکو عزیزم اگر بذاریم ممنون میشه. مردی زندگی میکردم، اینه که حق هیچ گونه اعتراضی نداشتم، میترسیدم وقتی تیز برو میذاش روی شارک بچم، میترسیدم تا اون دوتا آقا رو دعوت کرد، دوتا آقا اومدن خونه ما اون شب، بعد از اینکه خوب نشستم مصرف کردم، به من گفت سپیده هرچی خواستن این دوتا داداش، به هم اینجوری هم صداشون زد، هرچی خواستن این دوتا داداش در اختیارشون بذاری. من اولش نفهمیدم چی میگه، وقتی برگشتم اون دوتا آقا رو نگاه کردم تازه فهمیدم که چی بوده جریان. رفت توی اتاق رو در رو قفل کرده از پشت و منو با اون دوتا آقا تنها گذار. من فقط افتاده بودم به دست و پاهاشون، گفتم من کسی به جز شوهرم تا حالا بهم دست نزده، خواهش من، گفتن خانم ما پولشو دادی، خانم ما پولشو دادی. خیلی بد بود. دیدت نسبت به مردم بد شده؟ خیلی، اصلا اعتماد ندارم به هیچ عمر، حتی نسبت به پدر خودم، حتی نسبت به برادر خودم. در این زنجیریان هستند مردانی که مردار زنان را دوست می‌دارند. در این زنجیریان هستند مردانی که در رؤیایشان هر شب زنی در وحشت مرگ از جگر برمی کشد فریاد. خدای خودت کمک کن هیچ معتادی رو این زمین تو ایران نباشه، کره زمین نباشه، تو دنیا نباشه، هیچ زنی معتاد نشه، هیچ زنی دست نامحرم بهش نرسه، هیچ مرد زنش نفروشه، هیچ کودک دزدی نکنه، هیچ شخص گرسنگی نکشه، فرش زیر پاشو نفروشه مواد بخره. حرفت با رئیس جمهور چیه؟ بله، این هم زنهایی که در فشارن، در اون وقت میلیارد میلیارد دزدی میشه این بیچاره، نمیدونم، بله. در هر صورت امیدوارم این چیز به گوش آقای خامنه ای برسه که ببینه مملکتی که بهش داره بهش افتخار میکنه که این 80 میلیون آدم بیچاره رهبری میکنه، نه به خدا این هیچ افتخاری نداره. فرخ حسن بفرمایید. سلام آقای فرخ. سلام جانم. خسته نباشید. قربونت برم جون دلم. آلن هستم، من مزاحمت میشم از شیکاگو. جانم آلن جان. یه دوستی دارم، این 20 ساله من خبر ندارم ازش، مسلم کوهستانی. خب در کجاست مسلم کوهستانی؟ در ایرانه؟ در ایران ارومیه هست. ارومیه، خیلی خب. جناب آقای آلن از شیکاگو
به دنبال آقای مسلم کوهستانی میگردن، الان 20 سال ازشون خبری ندارن، فکر میکنن در ارومیه باشن در ایران. اگه کسی از آقای مسلم کوهستانی اطلاع داره، جناب آقای آلن از شیکاگو به دنبالشون میگردن. درسته آلن جان؟ بله بله خیلی ممنون، قربونت برم. من شماره تو دارم. آره قربونت برم، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خدا الو. خب از حضورتون که آقای محترمی در هامبورگ که آرایشگرن، آرایشگر مردانه هستن و ایشون خب خیلی تعریف میکنن از کاراشون، قرار شده که یا یه چیزی بفرسن یا که میگن نمیدونم یه متد جدیدی برای رنگ کردن موی مردا یا زنها دارن، در هر صورت احتیاج به یه شریک دارن که برن با هم دیگه یه جای بزرگی بذارن در آلمان و به اصطلاح کار بکنن با هم دیگه. اگر کسی در آلمان، در هامبورگ آلمان احیانا خودشون آرایشگرن میخوان یه شریکی داشته باشن، به من زنگ بزنن، اسم این آقای محترم حتما من میدم خدمتشون که بتونن با هم دیگه کار کنن، انشالله بتونن به قول معروف موفق باشن. خب عرض بزرگتون که خانم خلیقی به دنبال سرکار خانم دکتر ملکه طالقانی میگردن. اگه کسی از خانم دکتر ملکه طالقانی اطلاع داره، سرکار خانم خلیقی به دنبالشون میگردن. خانم افشار از دالاس به دنبال جمشید افشار و جاناتان که بچه هاشون جاناتان و شان هستن میگردن، فکر میکنن در هیوستون باشه. اگه کسی آقای جمشید افشار رو میشناسه، خانم افشار در دالاس به دنبالشون میگردن. حسام در آریزونا احتیاج به کار داره، اگر کسی کاری داره برای حسام لطف کنن بگن من تلفن حسام میدم. فاروق حسن بفرمایید. سلام آقا فاروق، درود بر شما. درود بر شما زهرا خانم، حال شما خوبه؟ ممنون، تشکر آقا فاروق برادرک بلند. جانم زهرا خانم، هم بفرمایی. آقا فاروق برنامه شما شروع شده یا نه؟ بله برنامه شروع شده، من تعجب میکنم توی نمیدونم ایران مثل که هنوز پخش نمیشه، ولی تعجب میکنم زهرا خانم این وقت الان شروع شده. جانم بفرمایی. من تلویزیون ندارم آقا فرد. خب خب خانم زهرا احتیاج به کمک دارن، سه تا دختر دارن در بم هم هستن، اگه کسی میتونه به خانم زهرا کمک بکنه من شماره تلفنش دارم، تلفن سرکار خانم زهرا رو دارم، زنگ بزنید من شماره حتما میدم خدمت. خوبه خانم زهرا؟ ممنون تشکر. آقا فاروق من میخوام یه لحظه وقت شما رو بگیرم. جانم مزاحمتون نمیشم. جانم آقا فاروق من بو هفته گذشته که شنبه بود به شما زنگ زدم گریه کردم. خب فرشته به من گفت که چند نفر اومدن به آقا فاروق حرف بد گفتن که برنامه شما شده گناهخونه. حالا نه حالا دیگه دنبالش نکنید، زهرا خانم احتیاج به کمک داره، در بم هم هست، هر کی میتونه کمک بکنه اول بره تحقیق بکنه، بعد حتما حتما اگر دیدن که همینطور که میگن احتیاج داره حتما کمک بکنید. زهرا خانم خیلی ممنون، دیگه نمیخوام وارد یه بحثایی بشیم که طول بکشه، خیلی ممنون که زنگ زدید، من شماره تون رو دارم. من میخوام بگم تا حالا 11 سال 12 سال بدبختی بیچارگی کشیده، کسی بچه بدون پدر بزرگ کرده، آقا فاروق بدون خونه زندگی کرده، بدون نون بدون خرج، با 500,000 تو پول کمک به مردم 6 ماه زندگیش گذرونده، تا حالا شده بچهش بگه 1 کیلو شیرینی میخوام پولش رو نداشت باش. اگه من اومدم گریه کردم آقا فاروق این زهرا خانم من نیومدم اینجا برم داشتم بودم، من اومدم گریه کردم اینجا پدری دارم نه مادری نه کماری هیچ کسی ندارم، یه شوهر کارگر داشتم که این شوهر کارگر 5 صبح میرفت و 3
مرده. من براش رضایت دادم که زندون داره که خانوادش از هم بپاشه. آقا فرخ من با عرضش این فصال زندگی من برمار کن که پدر مادرم یک کپسول بوده یک کپسول من پنجاتون بستن فروختم. اگر همین دوگاه به شما نبود نه این خانم نبود من گناهی که چرف کنم و بعد تو این کارشم باید دست بزدم. من الان از خواهرم پرادرم اگر من گناهی که تو ایرانی به تو خواهرم به تو بودرم دست دراز کردم. خیلی خوب، زنده باشین، زنده باشین زهرا خانم. من الان خطا پر، اجازه بدیم بقیه خطا رو بگیرم. زنده باشین. هیچ کس به من کمک نکرده آقا فرخ، فقط من این خانم برام کمک کرده. آقا سلام کرد که تر زنگ رو کمک نکرد، گفت ندارم، گفتم نمیخوام نداری. خیلی خوب، خیلی خوب، خدا آقا فرخ منو ببخش دیگه کسی به خاطر سرزنشت کرده. نه خدا حافظ، خدا فاروق حسن بفرمایید. سلام علیکم. سلام جانم. خوبی آقا فاروق؟ خوبی؟ خب اینم جعفره. حالا اون آقا میاد میگه تو با اینا هماهنگی کردی که اینا زنگ بزنن. والا به خدا همچی چیزی نیست. من میخوام به واسطه شما. آقا از حسودی هستی. نه خیلی خوب. ما اگه حسود نداشتی مال روزگار رو خیلی بهتر. خیلی خوب جعفر. جعفر جان. آقا فرق به خودم دست سخ اومده پایین گچاش دیگه خواستم دوست داشتم عکس بگم باید بفرستم. ده ده هی شما چرا عکس میره؟ عکس نمیخواد بفرستم. حیات اتاق ما آسمون رو داریم میبینیم، ستاره رو داریم میبینیم، اتاق میبینیم که دست سخ داریم آسمون رو میبینیم. جان خود جان بچه هم دیدی میگم نمیم چیکار کنم آقا فرق. الان ما خب ماورم قطع دیگه. بله بس که دهن یارو فگر بود ماورا هم قد شد. احواز اینو ما نمیدیم. خب ایشالله درست. من تلفنی دارم با تو صحبت میکنم. باشه. این جعفر احتیاج به کار داره. عزیزانی که در احواز هستین دست بالا بزنین، جعفر بزنین سر کار. جعفر بزنین سر کار یه لقمه نون ببره خونش. این سقف خونش میگه سوراخ شده. اینو ببره نریزه رو سر زن بچه‌ش. باشه جعفر جان، من شماره جعفری دارم. آقا من بیکار بکنم به مورد که زنگ نزد آقا فرو. خب ایشالله 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 قربان برم. خدا حفظ کنه ایشالله. ممنونم. خدا حفظ، خدا حفظ. امری کاری جو سلامتید، قربانت برم. خدا فرخ حسن بفرمه. جناب فرخ خان درود بر شما. درود بر شما، قربانتون برم. جونم شرمنده، من خلاصه بهتون بگم، من همون که چند هفته قبل البته اومدم رو خط، من البته اشتباهاً گفتم و بعضی دوستانم بعد برداشت کردن. بنده هیچ قصد توهین یا جسارت به شخص شما نداشتم و اینو خدمتتون بگم، ایشالله که شما هیچ جز فقیر فقرا نبودید. بنده خودم تو ایران که بودم مثل خیلی از خانواده های دیگه، پدرم هم کارمند بود، یه زندگی معمولی داشتیم. دور اطرافی بودم فقیر و به قول خودمون مستمند زیاد بودم، زیاد دیدیم. و الان من تو خود کانادا هستم. شما فکر کنم فقیر و به قول خود جسارت نباشه بدون پول و بیچاره رو شما ندیدید. من که خودم تو خانواده فقیر بزرگ شدم، اگه من نون شب نداشته باشم، ببخشید بهتون میگم دو دوتا میشه چهار تا، اگه من نون شب نداشته باشم که بخورم، اگه من که محتاج یک کیلو شیرینی باشم که نتونم بخورم، شما به من بگید عمرم من پول خط تلفنمو، تلویزیون فلتمو، با آنتن ماهوارمو، یا اون بچه که میگه ما تو مدرسه هستیم که بخاری نداریم، شما که یعنی ما با هیزم روشن کنیم، شما که با هیزم روشن میکنید، چجوری براتون امکانات برق و تلویزیون فلتتون و ماهوارتون مهیاست؟ من خودم آدمی بودم ندار، من توی یه خانواده فقیر بزرگ شدم. منی که به عنوان فقیر بودم میفهمم کی محتاجه کی محتاج نیست. اونی که دیگه من محتاج نون شبم، بدون خزینه این که من مرتب بخوام تلفنم رو پرداخت کنم یا اینکه تلویزیون فلت داشته باشم یا ظرف یک ثانیه جلوی تلویزیون شما این گریه زاری رو من بکنم، ببینید من ندیده میگم این دروغه. حالا ببینین عزیزم، حالا ببین فرض نکردم قربان. نه نه شما خدارو شد زمانهای قدیم احتمالا اول انقلاب اومدین خارج، اما من کسی بودم تو دوران کوپونی. حالا بله ببین عزیزم، آقای محترم عزیز من،
بنده این برنامه که سودی برای من نداره، من میام یک کاری بکنیم، یک عملی انجام بدیم خدا پسندانه. بنده نه، اجازه بدید. حالا ببین، من همینطور که شما رو نمیشناسم، جعفر هم نمیشناسم، حالا یه کاری بکن. شما که اینقدر بدبینی، نه اجازه بده، شما که اینقدر بدبینین به این مسائل، نه بدبینین دیگه. شمایی که با شخصیت هستین ندارید سوء استفاده کنم. نه من میگم شمایی که یه چیزی تقصیر شما نیست، من نه گندر شما نمیندازم، تقصیر این جامعه است که اعتماد در مردم کشته. بابا این مسئله اعتمادی بلا نشه از سادگی من و شما استفاده می‌کنه. حالا که شما که نمی‌خواید کمک بکنی، حالا که شما نمی‌خواید کمک. من میگم هیچ زمانی من قصد جسارت به شخص شما رو نداشتم. زنده باشید. مال من یا مال جمهوری اسلامیه یا مال هرچی هست، ندارید از شما سوء استفاده کنه. از من چرا؟ من به شما میگم آقا اگر یکی میخواد احتیاج به کمک داره، ما بهش نگیم، بریم تحقیق بکنیم، اگر دیدیم حقشه که بهش کمک بشه، اگر دستمون میرسه کمک بکنیم، اگر هم نمیرسه که نکن. شما یه لطفی بکنید، خود من اولین کسش هستم، شما رو هم قبول دارم. اگر شما محبت کنید، امثال شیرخوارگاه هستن، شیرخوارگاه آمنه هست، خب بیان رو خط بگن بوده به همون آمنه اومدن رو خط، امثال عزیزانی که دست کمک کردن در همین برنامه بنده کمک کردیم، به هم شیرخوارگاه آمنه، هم اون شیرخوارگاهی که در کجاست، در جنوب ایرانه، خب سرکار خانم همیرا همینجا از اینجا 50-60 تا کفش پول فرستاد که برای بچه ها کفش بگیرن. خب ببینیم ما من دارم دو هفته برنامه شما رو گوش می‌کنم، این خانم حالا من جسال گناهشم گردن خود من میاد پای تلفن اینقدر سری برای تو جسارت نباشه. شما تو خیابون ولیعصر تهران برین، من میگم بچه های کرایه‌ای هستش، بچه ها رو کنار خیابون میشونم. حالا ببین، اولا شما اسم کوچیکت به من بگو. من مهران هستم. مهران جان یه کار بکن، شماره تو بذار اینجا برای من، من شماره این دو سه نفر به تو میدم، شما بگین اونجا یه نفر از دوستاتون فقط برن یه تحقیق بکن، کمک نکنین. اگر هم مخارج تلفنی اجازه بده مشکل نداره، اما به شما نمیتونم قول بدم کسی هست بره دنبال. حالا شما که ببینید شما که آدم با شخصیتی هستین و قبولتون دارم، من دو هفته از برنامه شما دارم میبینم، گول امثال منو نخورید پایده. این عشقایی که میریزیم ما عشق تمساست. باش شما زنده باشید قربون، بیشتر مزاحمتون نباشم. ممنون. خدا حافظ. اینم نظرشونه. عرض کردم ما وقتی بی اعتماد بشیم، ببینیم من اگر اتفاقاتی که در زندگی برام افتاد، در زندگی شخصی خودم برام افتاد، الان نباید اگر یکی جلو هم بیفته داره معذرت میخوام جونم بکنه، باز روم کنم از اون بدوم، نه یواش برم بدوم، ولی نکردم. من کسایی به من صدمه زدن که در عمرم فکر نمیکردم، ولی زدن، و این دلیل نشد که من نخوام کمک بکنم. در ایران خب عرض کردم با پدرم پیمانکاری داشتیم که 2500-600 تا کارگر و کارمند داشتیم، تا اونجا که در دسترسمون بود میتونستیم کمک بکنیم میکردیم. خب کار مملکت به اصطلاح صاحب داشت، کاری ایجاد شده بود، خب همه کار میکردیم. اینجا دیگه بنده اون بساط به اصطلاح اون همه کارگر و اون همه درآمد که بتونم به همه کمک بکنم در بساط هم نیست. خب گفتیم از این طریق ما اگه بتونیم یه خدمتی بکنیم به مردم انجام بدیم، چرا نه. عرض کردم این برنامه ایشون نوع آیدی مادی نه برای بنده داره، غیر از به خدا الان به دیاکو عزیز هم داشتم میگفتم، گفتم اینقدر خسته میشم این 3 ساعت که میام که حد نداره. خب بنده به قول معروف یه سنی از بنده گذاشته که اونقدر توانایی اون مثل دیاکو ماشاءالله جوان نیستم که هی برم ورزش و بعد از اون
میگه میخوام برم خونه ولی نمیره خونه، نمیدونم کجا میره. در هر صورت عزیزانم اگه میتونید کمک بکنید حتما کوتاهی نکنید. فرخ حسن بفرمایید. سلام سلام عرض کردم آقای فرخ. سلام خانم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید. این آقا که زنگ میزنن، ببخشید وقتتون رو میگیرم عزیزم، این آقایی که زنگ میزنن 5000 تومان اگر اون خانم کارت بخره 2 ساعت صحبت میکنه. حالا دردی که دوا نمی‌کنی لاغر دیگه نمک نپاچی تو زخم مردم. من کار ندارم، من خودم اینجا میرم هر 6 ماه اینجا برمیگردم ایران، هستم خدا میدونه. آخه کی میخواد آبروی خودشو بریزه؟ کی میخواد گریه داری کنه؟ 5000 تومن کارت بخرد 2 ساعت صحبت میکنی عزیز دلم، نمک نریخ رو زخم مردم. هیچ کس نمیخواست استفاده کنه، کسی که داشته باشه که آخه چجوری من نمیفهمم. ببخشین آقای محترم، خیلی برنامه‌تون قشنگه، وقتتونم گرفتم. نه خواهش می‌کنم، خدا سپردمتون عزیزم، حافظتون باشه. ببینین اینم یه نظر دیگه، اینم یه نظر دیگه. فرخ حسن بفرمه. درود بر شما آقای فرخ. درود بر شما. خسته نباشی. زنده باشی. جونم. این آقای محترم که 2 هفته میان رو خط بکنم صحبت میکنن، الان گفتن که به شما گفتن که شما گول یه افراد نخورید. آخه شما اینجا چه دین هستید شما گول اینا رو بخورید یا نخورید؟ شما جز اینی که بخوان که 2 نفر رو به هم برسونی یا نوری کسی گیره به دست کسی گیره برسه، شما چه نفعی براتون داره که گوله یه هر بار نخوری، گوله مردم نخوری؟ واخه بابا به شما چه؟ از اونجا بلند میشه زنگ میزنی که چی؟ اصلا شما چی کاره هستی؟ شما مثل جمهوری اسلامی اونی که بخوای نون مردم ببری؟ یا خود جمهوری اسلامی هستی؟ اصلا شما رو سننه، یکی میخواد بده یکی هم میخواد ببخشه، شما چی کاره هستن این وسط؟ چرا داری میسوزی؟ تو چرا داری میسوزی؟ بله. به شما چه مربوطه که مردم میخوان گول بخورن؟ میخوان گول بخورن پول بدن؟ آقا به شما چه مربوطه؟ آقای فرخ که نمیتونه همه حرفا رو پشت دوربین بزنه که، من باید بیام به جای شما حرف بزنم؟ آقا شما رو سننم، شما چیکاره هستن این وقت؟ بابا من میخوام گول بخورم، میخوام 1000 دلار بدم، به تو چه مربوطه؟ برو دنبال کار زندگی بابا جون. انقدر نره وقتی مردم رو ال بگی، مردم کار زندگی دارن، مردم بدبختی دارن، مردم گرفتاری دارن، رو منقدر داغ نشستی داره بلبل زبونی هم میکنی که نشد که قربونت برم که قربونتون برم. آقا برو یه مزایون آقا براق و مردم نشد انقدر وقتی تلویزیون رو بگی جان من. آقا براق خیلی ممنونم، قربونت برم، قربونت برم، قربونت برم، خداحافظ. اینم یه نظر دیگه. فرخ حسن بفرمایید. اوکی با فرخ صحبت کنم. جانم من فرخ هستم جانم، من فرخ هستم جانم. تلویزیونتون رو ببندی، خواهش میکنم تلویزیونتون رو ببندی. عزیزم تلویزیونتون رو ببندی، نمیتونی با هم حرف بزنی. خب ببینی، ببینی تلویزیون رو باز میذاری نمیشه با هم حرف بزنی متاسفانه. فرخ هستم بفرمی، بازم این تلویزیونتون رو ببندی. عزیزان این تلویزیونتون رو ببندیم، بفرمایید من فرخ هستم. الو تلویزیونتون رو ببندید. کم کردم صداشو. بفرمایید جانم. اون خانم که از ایران زنگ زد راست میگه، من دخترم تو ایران زندگی میکنه، شوهرش هم یه کارگر ساده است، اومدن خونش جوابش کردن، رفته یه هر جا رفته 20 میلیون پول میخوان، 1 میلیون کرای خونه با 2 تا بچه، یه بچه مدرسه ای. این چجوری میخواد نگه داره؟ بچه هاشو میخواد چی بده بخورد؟ راست میگه اون خانم، خیلی فرق زیاده تو ایران. بله. خیلی سختی میکشن تو ایران. خب حالا عزیزانی که میتونن کمک بکنن لطفا کوتاهی نکنن. خیلی ممنون خانم، قربونتون برم، قربونتون برم. مرسی. عرض حضورتون که عرض کردم الان داشتم یه داستانی رو برای دیاکو میگفتم، گفتم آدم بعضی موقع از نزدیکترین کسانش به اصطلاح بیمهری میبینه، اون وقت فکرش 1000 جا میره، نمیخواد کاری بکنه. نه، این چیزا رو بذارین کنار، دست کمک داشته باشین از هر زیارتی، از هر بسیار. این آقای نمیدونم، این آقای شیخ مال چیزام که فوت کردن تشریف بردن، 90 سالشون بود و مال عربستان،
دیدم یه خاکی گذاشتن، خاک معمولی، اینم به اصطلاح خاکش کردن و رپ کارش. این همه ثروت دیگه از اون ثروتمندتر و این چیزا وجود داشت نیست؟ نداشت. ببین دیدین هیچی نذاشت، همشه گذاشت اینجا و خدافظ شما رپ کارش. خب حالا نمیدونم توف لعنت دنبالشه، چه میدونم دعا پشت سرشه، نمیدونم، این بستگی به مردم عربستان داره. در هر صورت یه کاری نکنیم توف لعنت پشت سرمون باشه وقتی میریم از این دنیا. هیچ کدوم ما نم اینجا موندگار نیستیم، هیچ کدوم، نه آقای خامنه ای، نه بنده، نه آقای اوباما، نه هیچ کس، هیچ کس اینجا موندگار ابدی نیست. زمان چیز عجیبی است، میدود جلو میرود. او دوست داشتنی ترین آدم های زندگیت را یا کهنه می کند یا عوض. بعضی ها یا تغییر می کنند یا حقیقت درونشون مشخص می شود. زمان دیر یا زود به تو ثابت خواهد کرد که کدامشان ماندنی و کدامشان رفتنی هست. من دعا می کنم زمان بگذرد و دنیا پر شود از آدم های واقعی، آدم هایی که نه زمان آنها را عوض می کند نه زمین. چقدر خوبه آدم خودمون باشیم، همینه که هستیم، به مال خودمونم قانع باشیم. خب همون هر چقدر زحمت کشیدیم همونقدر خدا به ما چیز کرده، دیگه نریم اینقدر خودمون مال خودمون بریم مال بقیه هم بدوزیم بذاریم تو جیب خودمون. نه این درست نیست. فاروق حسن بفرمایید. آقای فاروق صحبت کنم بعد از برنامه؟ بعد برنامه شماره تون رو بذارین گوشی خدمتتون لطفا. به کی بدم شماره تلفن؟ به آقای دیاکو. اسم کوچیکتون شما؟ ادیک. ادیک جان شماره تلفنت بده به آقای دیاکو، من بعد از برنامه بعد زنگ میزنم. گوشی خدمتتون؟ گوشی خدمت. دیاکو عزیزم خط یک اگه محبت بفرمه. فاروق حسن بفرمه. الو. سلام فاروق. سلام جانم. خسته نباشی، خوب هستی؟ خب اینم نسیمه. ببینیم به خدا من نمیدونم، برنامه من در ایران پخش نمیشه، این برنامه یعنی تلویزیون فعلا نمیدونم، شاید هم پخش بشه نمیدونم. در هر حال جانم، نه ابو فرخ برنامه تون الان 2 هفته است قطعه. 2 هفته است قطعه. خب بخواه، خب تلویزیون که نداریم ولی از طریق معلم اونا دوستام که میدیدن من هم میرفتم تکرار برنامه تا گاهی وقتا معلم آموزم میگم اطلاع داد گفت قطعه، ولی ساعت پخشش تغییر نکرده. اما فرخ عزیز دلمون تنگ شده خیلی برای صدا تو، برای تصویره. خب ولی تصویر که صدامه که میشنم، صدا تو بشنم عزیزم. زنده باشی، زنده باشی. این نسیمه 12 سالشه، 3 تا دخترن، 3 تا یعنی خواهرن، با یه مادری که پاش شکسته توی خیابون، کیف از دستش کشیدن، پاش میخواستن بدوزن کیفشو، کیف مادر رو، و پاش دزدیدن. همون فرخ دزدیدن بردن. در هر صورت اینا با کمبود همه چی مواجه شدن. عزیزانی که میتونن کمک بکنن به نسیم، من شمارشو دارم. نسیم جان خوشحال شدم با طرف زدن. سلام فرخ عزیز، ازت خواهش کنم پیغامگیر تهران گوشم اگه بتونی عکسو دادی، عکس و مدرک رو اگه تونستی. نه ما عکس میخواییم نشون بدیم، نه مدرک. مدرک شما همین حرف شماست. عزیزایی که میخوان کمک بکنن حتما زنگ میزنن، میان تحقیق میکنن، در حد توانشون حتما کمک میکنن. حرف شما خودش سنده. مرسی همون فرخ عزیز، ممنون از محبتت. زنده باشی، زنده باشی. خدا حافظ. مزارت نمیشم، قربونت برم، خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. فاروق حسن بفرمایید. الو جانم. برنامه زنده است جناب آقای فاروق. بله اگر تلویزیونتون رو ببندین میتونیم صحبت کنیم با هم دیگه. بله زنده است. تمنا میکنم تلویزیونتون رو ببندین. جناب فاروق میخواستم ازتون خواهش کنم یک مقداری در مورد این مسائلی که داره در ترکیه پیش میاد و ثروت ملت ایران رو دارن به ترکیه میبرن توضیح بدید یه مقداری لطفاً. یه مقداری در مورد این مسائل صحبت بشه. خب ببینین اونا که باید این چیزها رو دنبال میکنن، چیزهای سیاسی رو دنبال میکنن، بهتر از من میتونن به اصطلاح بگن.
جناب فرخ، میخواستم خدمتتون عرض کنم. آخه ببینید، هیچ وطن پرستی اینجوری این کار رو نمی کنه که این پس به رسای خائن اینجوری تبلیغ میکنن که دیگه انقدر ایران بدبخت و تو سری خورد شده که میان میگن که بیان ویزای اقامت ترکیه رو بهتون بدیم. ایرانی تو با این ثروت که دنیا چک بهت دوخته تو انقدر بدبخت شدی که بری در ترکیه زندگی بکنی؟ من این همه آپارتمان سازی و این اگر حقیقت باشه این ساختمونا پشتش کیه؟ چه ثروتی میخواد که اینا چه پولی خورد شده باشه؟ اینا کیه؟ صاحب اینا کیه؟ بعد آمدن این خواننده های روسان گرفتی رو سریع بشین دادن و اینا به خاطر پول بلند شدن رفتن اونجا اون حاله گرده که پسش که تو طالبانی میمونه آمده تو به این ساختمون نهاده یک آپارتمان به استعدادن تبلیغ نکرد به محضی که یک آپارتمان یا یک باجه که گره شروع که تبلیغ کردن که مردم رو فریب بدن. اینا خواهش میکنم آقای یک مقدار از مسئولیت شما اینه، چون یک آدم وطن پرست شما هستید، ازتون خواهش میکنم مردم رو روشن بفرمایید در مورد این مسائل که ایرانی تو با اون ثروت اگر گوش این آخونده تصویت رد رو بگیری و از مملکت بیرون بندازشون مثل آشغال، همون پول اگر در خود ایران سرمایه گذاری بشه که مثل سابق ما شکم داشتیم، الان مملکت ما بهش بود، الان هم ویزای این بر اون بر می فروشن، مونده بچه هامون هم فریب بدن بیان ویزای فرانجا رو بگیم، بیا تحصیل در فرانجا بکنیم که مغزشون رو شستشو بدن، بعد یک خارجی تحصیل ایران بدن، مثل همین الان که در هر مقام و قسمت از شغلی در ایران که نیا میکنیم یارو وابسته به یک چشمه مملکت رو شفابور میکنه، ماموریتش دزدیش که تموم میشه میذاره میره. اینا یک مقدار ازتون خواهش میکنم مردم رو این برنامهاتون روشن بفرمایید و ببینه این کانالهای که الان کانالهای تلویزیونی که الان اومدن روی ار و یک فیلم ها یارو شما این سریاله ترکیه رو نگاه بکنید همت معذرت میخوام از بیناموسیه این زنه اونه میبره، اون دختره اونه میبره، اون خواهره اونه میبره، اون زن برادر همون یکی رو میبره. خب این بیناموسی هایی که اینا دارن میکنن آن ملت ایران باید در اینجا ها زندگی بکنن، اقامت در این کشور ها باید بگیرن. خب نه این هر آقایی ها دیگه دیگه خودش هم میگه در اونجا امنیت نیست، باید حیه باید این تبدیق اقامت و زندگی در ترکیه رو به مردم پیشنهاد میکنم. خیلی ممنون قربان، خیلی ممنون. یعنی ثروت ایران داره میاد کشور. خیلی خوب، بذار ممنونم به راستی که به مردمتون نمیخورد. خب حالا یه تو یه شما یک آدم بدن پرستی هستید. بذار من یه توضیح بدم. کانال کانالی هست که ما همیشه کمک کردیم، خوب کاریم همایون زنده باشه. دیرم نه من داشتم برنامه‌تون رو نگاه می‌کردم، گفتم بیا تا کلمه صحبت کنم. خوب کاری کردین. خبر بشن تا ببینن این زنجانی‌ها که در مالزی اونجوری دزدی کردن. بله. یه شوهر همه خانمه که برو خواننده هست. اینا کی بودن؟ این همه واسطه‌ای بوده که الان این پولا اینجوری سعودی داره میشه به ترکیه. قبلاً داشت به دبی میرفت. بذارین من یه توضیح بدم خواهش می‌کنم. پس اجازه بدید. اجازه بدید. باشه. باشه. اجازه قربان. بله. شما سرمایه‌تون به باد میره ملت. بله. لطف کنید. خودتون خونده بیشتر رو بگیرید و مملکت خود رو بسازید. خیلی. ممنون هستم. خداحافظ شما. خیلی خوب. داوید شو. خیلی خوب. فرخ حسن بفرمایید. الو. بفرمایید خواهش می‌کنم. میتونم با آقای فرخ صحبت کنم؟ من فرخ هستم جانم. سلام آقای فرخ. سلام از بنده است جانم. چطوره؟ من خیلی از برنامه شما خوشم میاد. لطفه. من دنبال یه آقای میگردم در ایران
آیا امکان داره شما اسم ایشون رو بگین توی تلویزیون؟ شاید الان داره صداتون پخش میشه. شما الان داره صداتون پخش میشه. دائما الان داره پخش میشه. بله. دنبال یکی از همکاران به نام آقای سپنج بله. خیلی سپنج. خیلی خوب. محمد علی سپنج. خیلی خوب. اگر ایشون صدای من رو میفهمن در آمریکا خیلی ممنون میشم که به شما زنگ بزنن، بعد من خدمتتون زنگ بزنم. شما اسم کوچیکتون چیه؟ اسم کوچیک من فرشته است. فرشته خانم به دنبال آقای محمد علی سپنج که همکارشون بوده میگردن. گوشی دستتون باشه، خواهش میکنم که دیاکو عزیزم بتونن شمارتون یادداشت کنن. گوشی خدمت. گوشی خدمت. ببینید عزیزانم، اینی که ما بیایم دیاکو جان خط یک خواهش میکنم اگه لطف بفرمایید، اینی که ما بیایم بگیم آقا مردم خب چرا به اصطلاح از اونجا اومدن میخوان برن جای دیگه زندگی کنن، خب از بس که بی‌اعتمادی، از بس که اونجا به اصطلاح مالخوری هست، آدمش نمیدونه یک زمینی که در ایران میخواد بخره این چند دست گشته، مال کی بوده، صاحب اصلیش کی بوده، کی رفته فروختتش، هیچ کس این چیزها رو نمیدونه. ولی از اینکه بیان مردم رو سر کار بذارین یا به اصطلاح فقط به خاطر جیبتون به مردم دروغ بگین، مردم رو ببرین اسیر بکنین، همینطور که شد در دبی شد، این همه ضرر مردم کردن، دبی آباد شد جیب مردم، با جیب مردم ایران، بعدش هم بعد با هر طریقی شد مردم انداختن بیرون و سلام نامه تمام. فرخ حسن بفرمایید. زنگ بعد خوبه مادر. بعد نیست. شما هم ان شاء الله سرفهاتون خوب بشه. خورشید خانم. من ما خدا خدا نصیب نکنه مادر، سرما خودم شیراز بودم، تو هوا سرد بود مادر، مریض شدم. خدا نصیبتون نکنه، خدا حفظتون کنه مادر. مادر برای خیلی چماری بهم دادن برای دارو نمیتونم بخرم. گفتم یه کمک کنم. اینم خورشید خانم احتیاج به کمک داره. میخواد در آبادان. حالا میچودی مادر خدا هم جد کنه. باشه قربان شو. نقطه بالا بلندی بهم دادن. نمیدونم چه کار کنم. دو تا آمپول میخواد. دو تا آمپول میشه 300 خورده. من کجا بیارم مادر. باشه. باشه خانم. آب کمرش میگیرن. نمیدونم چه چیزایی گفتن مادر. باشه. خدا عوضتون بده کمکم کنن. من دست دارم. من به خدا بده شما مادر. باشه. این خورشید خانم در آبادان احتیاج به کمک دارن. مرسی خانم. مرسی. 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 ممنونم مادر. خدا 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 برو بهش بگو ببخشی. گفتم چرا؟ گفت چون با چشات میبینیش. گفتم خب میبینم، مگه چی میشه؟ گفت من دیگه وقتی میخوام پدرم رو ببینم باید چشامو ببندم. حالا بعد از سالها میفهمم حرفش چه دردی داره. نگاه میکنیم میبینیم عزیزایی که بامون بودن و دیگه نیستن چقدر جاشون خالیه. نمیدونم چرا مهر و محبت از وجود ما پرکشیده. اینم از صدقات جمهوری اسلامیه که با خودش اوورد به مملکت ما. حالا مملکتی داشتیم که حرف بود، عشق بود، برکت بود، روزی بود، این همه دوزی نبود. کجا اصلا آدم به فکرش میرسه یک قلم دوزی 10,000 میلیارد تومان؟ اصلا به مغز آدم هم یه جوری صدمه میزنه وقتی آدم میگه 10,000 میلیارد تومان. این نوشتنش هم سخته. خب این مال مردمه آقای خامنه ای، این که مال شما نیست. شما این مال مردمه دادین دست کی؟ اگه خودتون، امیدوارم که دستتون در این به اصطلاح در این اتفاقات نباشه. خب کسایی رو گذاشتین سر کار که دارن این اچافات به مردم میکنن، جلوشون رو بگیری. خب میگه تقصیر ما نیست. بعضی ها خودشون میخوان که یادگار شوند نماندگار. یه چیز قشنگی من اینجا به اصطلاح
دیدم بعدم نمید بگم اینا یه مقداری هم به اصطلاح جا داره، یه خوردی آدم چیز عوض بکنه، این حال و هوا رو عوض بکنه. میگه یه جا مهمون بودم، پیرمرده بعد از 70 سال زندگی مشترک زنش رو اینجوری صدا میکرد: عزیزم، زندگیم، عسلم، عشقم. تو یه فرصت یواشکی ازش پرسیدم رمز عشق و علاقه بین شما بعد از این همه سال چیه؟ پیرمرد گفت: والا 10 ساله که اسمشو فراموش کردم، اگه بفهمه منو میکشه. اسم زنش یادش رفته بود. آقای دیاکو فرخ اصلا بفرمه. الو آقای فرخ بفرمه. خواهش بکنم. حتی هم شدود خوبی داشته باشید. آقا من به دنبال یه گم شده میگردم که میدونم که کانادا زندگی میکنم. آقای شهرام وکیلی. شما سرکار خانومه؟ ملیحه هستم. خیلی خوب. از کجا زنگ میزنی خانم ملیحه؟ سن حوزه. از سن حوزه خانم ملیحه به دنبال آقای شهرام وکیلی در کانادا میگردن. گوشی خدمتون باشه دیاکو عزیزم، بتونن شمارتون رو یادداشت کنم. گوشی خدمتون. میگه از بزرگتون که هر وقت میگفتم مامان بزرگ بخند میخوام ازت عکس بگیرم، میگفت ننه جون آخه عکس که خنده نداره. به اخمت خستگی در میرود، لبخندی لازم نیست، کنار سینی تو اصلا قند لازم نیست. چقدر خوبه که آدم از مصاحبت لذت ببره، نه بشینه زندگی رو به هم زهرمار بکنه. ما نشستیم که چطور زندگی رو به دیگران تلخ بکنیم، زندگی رو به بقیه به اصطلاح زهرمار بکنیم. خب چقدر راحت میتونین این مسئله رو حل بکنین. هر کسی که خوره جونتون شد، این از بنده به شما نصیحت، این یک چیز. هر کسی فرق نمیکنه، هر کسی، نزدیکترین کس، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، رفیق، خاله، عمه، نمیدونم فلان اینا، هر کدوم خوره جون شما شد از زندگیتون بزنینش کنار. به همین راحتی، نه اونا رو اذیت بکنین، نه بذارین اونا دیگه شما رو اذیت کنه. کسی را دوست بدار که دوستت دارد، حتی اگر غلام درگاهت باشد، و دست بکش از دوست داشتن کسی که دوستت ندارد، حتی اگر سلطان قلبت باشد. فراموش نکن که زمان آدم وفادار را مشخص می کند، نه زبان. اینا که زبانشون چرب و نرمه، میان و سر آدم کلا میذارن و چه میدونن مال آدم میگیرن میبرن، فکر میکنن برنده. نه، اینا آدمای برنده، اینا آدمای بدبختی هستن. اینا یه مش آدمای بدبخت به اصطلاح که خودشون هم خودشون رو دوست ندارن. کارشون اینه برن بشینن ببینن آقا یارو چی داره، بریم یه کلا سرش بزنیم مالشو بخوریم. اینا آدمای بدبختی هستن. اینا کسی نیستن. وقتی کسی به همین راحتی بخواد بره انبال مردم رو بخوره، به ناموس مردم نظر بکنه، این چیزا، اینا که نمیدونم جز آدم حساب نیستن، ولش کن. گاهی باید روح را آزاد گذاشت تا به پسکوچه های فراموشی سری بزند. گاهی باید جان را آزاد گذاشت تا سری به کوچه پسکوچه های کودکی بزند. فرخ حسن بفرمه. الو بفرمه. خواهش میکنم. شما دیاکو هستین؟ نه خیر، من فرخ حسن. با دیاکو میخواین حرف بزنین؟ من از اون روی خطم. بله. ببخشید، من فقط تماس گرفتم بگم کسی که هفته پیش میخواستن ارتباط پیدا بکنن به خانم ملکی طالقانی، بهشون بگم که خانم طالقانی حدود 5 سال پیش فوت کردن. شما خانومه؟ من از دوستانشونم. خب ممکنه شماره تلفنتون رو بذارین که من بتونم تلفن خانم خلیقی رو بهتون بدم باش صحبت بکنی؟ بله حتما. گوش خدمتون باشه. خواهش میکنم آقای حالا با آقای دیاکو صحبت بکنی. گوش خدمتون باشه. گوش خدمت دیاکو جان، خط یک خواهش میکنم شمارشون رو بگیرین که ما بتونیم به صلاح بگیم. خب خبر خوبی نیست، ولی اینه
هممون میریم. هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم. بدون عشق در گهواره طفلی نمیخندد. به نام عشق مادر تا سحر بیخواب میگردد. بدون عشق شاعر شعر جانسوز نمیگوید. بدون عشق آتش از خجالت آب میگردد. بدون عشق بلبل یک غزل از خود بر نمیخواند. به نام عشق با بوی گل بیتاب میگردد. خب اینم جالبه، میگه دین مثل یه جفت کفش میمونه، هر دینی که اندازه پاته اون رو انتخاب بکن، اما من رو مجبور نکن که کفش تو رو پام کنم. به خدا حرف درستیه بابا. یکی میخواد بیاد مسیحی باشه، یکی میخواد مسلمان باشه، یکی میخواد یهودی باشه، بذاریم برای خودش تصمیم بگیره. نمیتونیم به زور بیام سرشو ببریم بگیم آقا تو باید حتما یهودی باشی یا مسیحی باشی. بذاریم مردم خودشون تصمیم بگیرن، خودشون راه زندگیشون انتخاب کنن. فاروق حسن بفرمایید. الو با من هستید آقا فاروق؟ بله خانم بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام عزیزم. شکر از این برنامه واقعا بسیار مفیدتون. زنده باشی خانم. من یه دوست دارم به نام نازی، فامیلیش اصفیا میباشه. اصفیا؟ نازی اصفیا. اصفیا. بله، اسم پسرش علیه، اسم دخترش مریمه، شوهرش هم مهندس شفیعی. امیدوارم که من بتونم این دوستم رو پیدا کنم. تقریبا 20 سال ندیدمش، ولی من ایشون فکر کنم ایرانه. اگر لطف کنید تلفن منو بگیرید. بله، شما سرکا خانومه؟ من یگانه هستم، ناهید یگانه. خانم ناهید یگانه از کجا زنگ میزنیم خانم یگانه؟ من از لس آنجلس هم، همین لس آنجلس. سرکا خانم ناهید یگانه از لس آنجلس محبت کردن با ما تماس بگیرن، به دنبال خانم نازی اصفیا میگردن. بله بله. که بچه هاشون هم علی و مریمن، همسرشون هم آقای مهندس شفیعیه. اگر کسی از خانم نازی اصفیا اطلاع داره، سرکا خانم ناهید یگانه به دنبالشون میگردن. خواهش میکنم گوشی خدمتون باشه. دیاکوزارم ازتون یک دنیا ممنون. گوشی خدمتون قطع نکنید. دیاکو جان خط یک اگر محبت بفرمایید. میگه هیچ جایی در دنیا زیباتر و آرامتر از قلبی که خالی از کینه باشد نیست. چه قشنگه آدم بتونه این بدی و کینه و حسادت، این حسادت ریشه همه چیز میسوزونه. هیچ چیز بهتر از حسادت نیست. و چه بدبختیه که بعضی موقع آدم چه میدونم فک و فامیلش، برادری، دوستی، چیزش بهش حسادت بکنه، اون دیگه گند جریان در میاره، اون دیگه از همه چی بهتره، چون نمیشه اون کارش کرد. روزها رفت و یادتون کمرنگ نشد. بریم؟ تموم شد؟ خیلی خوب. سالها رفت و دل ساده من سنگ نشد. ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود، نامت از صفحه این خاطره کمرنگ نشد. عزیزانم یه برنامه دیگه بسته شد. امیدوارم که بتونیم در به زودی این برنامه بازم همون روال عادی خودشو بگیره، در ایران و اروپا بره، در هر صورتی که بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم. در هر صورت از همه عزیزان، جناب آقای شهرام همایون، جناب آقای باقری عزیزم، جناب آقای جورج عزیزم و جناب آقای عباس پهلوان عزیزم و همچنین دیاکو عزیزم که این همه محبت کرد و سکاندار کشتی عشق ما بود، ممنونم. از دو تا پسرای خوبم دکتر رضا و دکتر کوروش ترک‌زاده، وکلای رسمی دادگاه کالیفرنیا، ممنونم که این برنامه رو به شما تقدیم کردم. امیدوارم هر کجا که هستین اول سالم باشین، همدیگر دوست داشته باشین و خدا رو در قلبتون زنده نگه دارید. قصه ما به سر رسید اما به آخر نرسید. تا روز دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر، خدا بذار پیدا کنم ما میونه این همه فانوس. بذار باور کنم هستی تنم گرما تو حس کرده. بذار احساس این خونه به دوران تو برگرده. بگو من تو کجا باید از احساس تو خالی شم. بگو تو که هم آغوشه یه محبوب خیلی
خیالیشم، بگو من تو کجا باید از احساس تو خالیشم، بگو تا کی هم آغوشه یه محبوب خیالیشم. کجا باید از احساس تو خالیشم، بگو تا که همه گوشه یه محبوب. My name is Reza Turkzadeh and I grew up here in Southern California. We take pride in handling difficult cases. Individuals or families who've lost a loved one really need somewhere to go, and in most instances they have no one else to go to for help. We take pride in taking those cases because no matter how wealthy the corporation, no matter how big the insurance company, no matter how many lawyers the defense hires, we will make sure that we do everything it takes to protect individuals and families who otherwise wouldn't have the ability to go up against multi-billion dollar corporations. Our goal is really to even the playing field. You have a team of attorneys representing you who come from many different backgrounds, who are recognized nationally, who have been published, who have won awards based upon results. And that's what you get with Torque.